بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. به یک بسته تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. ازبکستان از طالبان بابت مبارزه با داعش قدردانی کرده و گفته است که آنان را کمک خواهند کرد. همزمان با این، ریچارد بنت، خواستار محاکمه عاملان حمله بر کارمندان سارنوالی در کابل شده است. همچنین یک مرد در هلمند خانم برادرش را تیرباران کرده است. از سوی هم آمریکا گفته است که پاکستان را در امر مبارزه با داعش حمایت می کند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به حمله دو روز پیش بر کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان یا دادستانی کل سابق در کابل، میگوید که عاملان آن محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند. بنت روز چهارشنبه 14 سنبله این حمله را تکان دهنده خوانده و گفته است که هیچ چیزی چنین خشونتی را توجیه نمی کند و افزوده است که عمیق ترین تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز و برای زخمیان شفای عاجل آرزو می کنم. داعش مدعی شده است که در این حمله 45 تن کشته و زخمی شده و طالبان تعداد کشته ها را 6 تن و زخمی ها را 13 تن اعلان کردند. برخی از منابع مردمی اما آمار کشته ها را 12 تن می گویند. ما را نمان کنجا سعید کنیم یا اونجا استاد شویم. بسیار نفرم اونجا شهید شد. در همین حال منابع محلی در هلمند می گویند که مردی در این ولایت خانم برادرش را پس از خواستن حقوق شوهرش با ضرب گلوله به قتل رسانده است. منابع میگویند که این رویداد در ولسوالی کجکی رخ داده است. با گفته یه منابع، شوهر این زن یک سال پیش فوت کرده بود و او با 3 فرزندش زندگی میکرد. مسئولان محلی طالبان در هلمند اما تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال عبدالسلام عزیزوف، رئیس استخبارات ازبکستان، در تازه ترین گفته هایش گفته است که حکومت سرپرست افغانستان در چارچوب توانایی های خود با هراس افکنی بین المللی مبارزه می کند و نیروهای استخباراتی این کشور در خط مقدم مبارزه با داعش قرار دارند. آقای عزیزوف در نشست عمومی سازمان همکاری شانگهای در شهر تاشکند افزوده که نباید شرکای افغانی خود را در برابر این مسئله تنها گذاشت. رسانه‌های ازبکستانی به نقل از عبدالسلام عزیزوف نوشتند که همکاری با افغانستان در مبارزه با داعش مهم است، زیرا به گفته او تضعیف اقدام‌های متقابل منجر به تقویت این گروه می شود که امنیت منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد. از سوی هم میتیو میلر، سخنگوی وزارت آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن در امر مبارزه با تروریسم شانه به شانه در کنار پاکستان می ایستد. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremist terrorists and our hearts go out to the families and loved ones of those killed. The United States and Pakistan have آقای میلر حملات هفته گذشته شبه نظامیان بلوچ در بلوچستان را که بیش از 50 کشته بر جای گذاشت محکوم کرده است. در همین حال یک افسر پلیس پاکستان در خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شده است. وقار احمد صبح روز چهارشنبه در نزدیکی خانه‌اش در روستای ناورخیل از مربوطات ایالت خیبر پختونخوا توسط افراد مسلح با ضرب گلوله کشته شده است. پلیس پاکستان این رویداد را تایید می کند. از سوی هم وزارت صنعت و تجارت گفته است که در 8 ماه گذشته ارزش 227 میلیون دلار داد و ستد با روسیه
انجام شده که تنها 3 میلیون آن را صادرات تشکیل می دهد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفته است که در مدت یاد شده کشور ارزش 224 میلیون دلار از روسیه واردات داشته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افزود است که تجارت افغانستان با روسیه در جریان 8 ماه سال 2024 ارزش 227 میلیون دلار بوده که از این میان 3 میلیون دلار صادرات و 224 میلیون دلار واردات بوده است که نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می‌دهد. میلیون دلار صادرات و 224 میلیون دلار هم واردات است که نسبت به 8 ماه سال گذشته 18% افزایش را نشان می‌دهد. همچنین و در یک تحول بزرگ برای اوکراین درگیر جنگ، دیمیترو کولبا، وزیر خارجه و 5 وزیر دیگر این کشور از مقامشان کنار رفتند. گفتنی است که پس از ولادیمیر زلنسکی، کولبا شناخته شده ترین چهره اوکراین در خارج از کشور بود که برای حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین تلاش می کرد. در همین حال منابع محلی در خوست می گویند که مردان ناشناس یک دانشجو به نام عثمان الله را به گونه فجی به قتل رساندند. به گفته منابع این رویداد سه‌شنبه شب 13 سنباله در ولسوالی تیرزایی رخ داده است. منابع افزودند که عثمان الله پس از دریافت یک تماس تلفنی از خانه خود بیرون و سپس جسد خفه شده او در مقابل دروازه خانه‌اش گذاشته شده بود. طالبان میگوید که تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. و خبر اخیر هم این که سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که از 18 تا 24 آگست سال جاری میلادی 72624 نفر از افغانستان به کشورهای ایران و پاکستان رفتند. این نهاد روز دوشنبه 12 سنبله با نشر گزارشی گفته است که 38402 نفر از این افراد به ایران و 34222 نفر دیگر به پاکستان رفتند. دوستان گرامی، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا برنامه‌های بعدی، الله یار و نگهدارتان باد.